مرحله چهارم دادگاه کاساسیونی در کشور کراسنودار روسیه نیز حکم زاده تاجیکستان لطفالدین روزیماتوف معروف با لقب لیون تاجیک را به تغییر باقی گذاشت. دادگاه نویه خواسته شهر سوچی قبلا لیون تاجیک را با جرم قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر به 14 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرده بود. بنا به اطلاع خبرگزاری ولگا نیوز، لیون تاجیک در دادگاه گفته است که نبیرش مریض سخت بود و به جراحی در اسرائیل احتیاج داشت و او مجبور شد که دست به قاچاق مواد مخدر بزند. همراه با روزیماتوف دادگاه باغبان او عبدالغفار اوریپوف را هم به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده است. لیون تاجیک که قبلا در سمر و کور زندگی میکرد ماه اکتبر سال 2020 در حوله بوشکو در نویه خواسته شهر سوچی با اشکال رئین دستگیر شد. بنا به اطلاع ولگا نیوز مقامات توسط الکساندر کریلین نام یک ساکن سماره که او معتاد مواد مخدر بود و در نزدیکی خانه لیون تاجیک در سوچی دستگیر شد از پس روزی مرتف شدند. بعد بازداشت او باغبانش عبدالغفار اوریپوف هم که بجز باغبانی در انتقال مواد مخدر به روزی مرتف کمک میرسوند نیز در ادلر شهر در کنار سوچی به دست افتاد. اوریپوف را اول به استعمال مواد مخدر عیبدار کرده به حبس ماموری گرفتند، ولی اوریپوف با اظهار پشیمانی به ضد لیون تاجیک بیان داد و از جمله نقل کرد که چگونه به وی آورده رساندن 11.5 کیلو هیروئین را که لیون تاجیک برای اون 110,000 دلار پیش پرداخت کرده بود نقل کرده است. بنا به نقل اوریپوف او به یک شهر روسیه رفته، آنجا یک ماشین را خرید و مواد مخدر را در آن ماشین جای کرده، ماشین را توسط یک شرکت بورکشانی به سوچی فرستاد است. در اینجا ماشین را از آن شرکت گرفت و تا خانه لیون تاجیک حی کرده برد. اوریپوف را وقتی دستگیر کردند که او 4 کیلو هیروئین را برای خریدار نوبتی میبرد. در تیر ماه سال 2020 بعد بازداشت لیون تاجیک، وزارت کارهای داخلی روسیه ویدیوی 6 دقیقه‌ای عملیات بازداشت او در نویه خواسته شهر سوچی را نشر کرد. در ویدیو نشر شده دیده می شد که یک مرد ریشدار تنش اوریون را ظاهرا در عین مست خوب بودنش دستگیر کردند. در ویدیو همچنین آواز مادر این مرد بازداشت شده به گوش می رسید که با یک آواز آلوده به ترس و گریه به زبان تاجیکی می پرسد چی شد بچم؟ بنا به اطلاع ولگا نیوز روزیماتوف قبلا در سمر و کور فعالیت داشت و در سال 2018 در پرونده او دو افسر بلندپوه فسب که با کروپسی از جمله با حق گرفتن از قاچاقبران مواد مخدر عیبدار می شدند همچون شاهد می گذشت. گفته می شد یکی از آن افسران پدپلکونیک الکساندر ملچانوف برای نگاهبینی یک توقفگاه ماشین ها هر ماه از لیون تاجیک 50,000 روبل دولا می گرفت و به بالای این از او برای حل مشکلاتش با پلیس 6 میلیون روبل دیگر تامه کرده است. با وجود محکوم شدن آن دو افسر فسب، روزیماتوف آن وقت به خبرنگاران گفته بود که قرض قرض است و 4 میلیون روبل قرض دیگر از ملچانوف در گردن من باقی مانده است. چون این احتیاطکاری روزیماتوف بیهوده نبود، چون که آن دو افسر بعد مدت کوتاهی از مابس آزاد شدند. اما معلوم نیست که آیا بازداشت حکم زندان لیون تاجیک در سوچی انتقام برای شاهدی دادنش به ضد افسران فسب بود یا این دو حادثه به هم ربط ندارند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، هفیون و اشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر با یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساسا به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. حالا در زندانهای روسیه بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان با جرمهای مختلف هدای حکم میکنند. بنا به حسابهای غیر رسمی تقریبا 4/1 آنها با جرمهای مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر زندانی شدند، ولی اکثرا مایشه های خرد از جمله میده فروشان مواد مخدر یا آنهایی که همچون کانتینر برای انتقال این مواد استفاده میشوند به دست میافتند. مواردهای بازداشت و زندانی کردن نرکبرانهای بزرگ انگشت شمارند چی در روسیه و چی در تاجیکستان.